بانک روز سه‌شنبه پرواز برخی هواپیماها در اروپا از سر گرفته شد، اما همزمان آتش فشانی که در ایسلند فعال شده با فوران مجددش ابرهای خاکستر تازه‌ای به وجود آورده است. با رقیق شدن ابرهای خاکستر ناشی از فوران آتش فشانی در ایسلند، از روز دوشنبه فعالیت برخی خطوط هوایی در اروپا از سر گرفته شد. اما مقام‌های بریتانیا تصمیم گیری درباره پرواز هواپیماها و فعالیت فرودگاه‌ها در این کشور را به پایان روز سه‌شنبه موکول کردند، زیرا وضعیت در این بخش از اروپا به دلیل نزدیکیش به کانون آتش فشان وخیم‌تر است. فوران آتش فشانی که در خاک ایسلند جای دارد، 5 روز است پرواز هواپیماها و فعالیت فرودگاه‌ها در اروپا را مختل کرده و همزمان زندگی میلیون‌ها تن در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است. از خود ماهیگیران ایسلندی تا کشاورزان کنیایی. به گفته مقام‌های سازمان ایمنی ناوبری هوایی در اروپا، روز دوشنبه کمتر از 1/3 پروازهایی که باید در آسمان اروپا انجام می‌شد، با موفقیت صورت گرفت. یعنی از حدود 28,000 پرواز برنامه ریزی شده، بین 8,000 تا 9,000 پرواز، آن هم اغلب در مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی اروپا، توانستند مجوز پرواز دریافت کنند. بسیاری از خطوط هوایی اروپایی که همه پروازهایشان لغو نشده، مجبور شدند برای رساندن مسافران خود مسیرهای کوتاه‌تر یا بلندتر طی کنند. مانند ایر برلین که برای بازگرداندن مسافرانش از جزیره مایورکای اسپانیا مجبور شد در فرودگاه مونیخ یا دیگر شهرهای جنوبی آلمان بنشیند. همچنین مقام‌های اسپانیایی که کشورشان از گزند ابرهای غلیظ آتشفشانی در امان مانده، به برخی کشورها از جمله بریتانیا پیشنهاد دادند مسافران خود را از مسیر خاک اسپانیا عبور دهند. به گفته رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، حدود 40,000 آمریکایی در بریتانیا گیر افتاده و نمی‌توانند به آمریکا بیایند. و همزمان گفته می‌شود نزدیک به 150,000 بریتانیایی در نقاط مختلف جهان سرگردانند. حتی آن دست سربازان بریتانیایی که مأموریتشان در افغانستان به پایان رسیده و حالا که خود را به اسپانیا رسانده‌اند، در انتظار کشتی‌هایی هستند تا آنها را به کشورشان بازگرداند. کنفرانس ویدیویی وزیران راه کشورهای اروپایی در شامگاه دوشنبه با همه اختلاف نظرهایی که برانگیخت، منجر به توافقی شد که بر اساس آن آسمان اروپا را به 3 منطقه پرواز ممنوع، فضای احتیاط و پرواز آزاد تقسیم کرد. خاکستر ناشی از فوران آتشفشانی که در آسمان اروپا پراکنده شده، از راه‌های متعدد می‌تواند مانع پرواز هواپیماها شود. از جمله با پوشاندن شیشه‌های هواپیما، اختلال در سیستم سوخت‌رسانی و یا برق‌رسانی به بخش‌های مختلف هواپیما. اما اصلی‌ترین خطر این خاکسترهای مذاب متوجه موتور هواپیماست. زیرا خاکستر حاوی ذرات معلق سنگین با ورود به بخش‌های داخلی منجمد می‌شود و موتور را از حرکت باز می‌دارد. در چنین شرایطی صنایع مرتبط با خطوط هوایی اروپا روزانه 1 میلیارد دلار متضرر می‌شوند و از ناکارآمدی دولت‌های اروپایی گله دارند. گفتگوی تلفنی داریم با خلبان امیر کسروی، مسئول آموزش پرواز در کانادا، درباره بحران پروازهای مسافری در اروپا و سراسر جهان که همونطور که در گزارش دیدین ناشی از فعالیت آتشفشان در ایسلند. آقای کسروی درود به شما. بحث‌های زیادی است که اونچه به عنوان خاکستر از اون صحبت میشه میتونه در توربین موتور هواپیما در دمای بالا به شیشه مذاب بدل بشه. شما از لحاظ فنی چه خطرات جدی رو بر روی پروازها میبینید؟ من درود میگم به همه بینندگان. از خواهم که این همونجور که شما خودتون گفتید، این مواد اولا اینا اسمش خاکستر ما میگیم، ولی در واقع خاکستر نیست. اینا براده های سنگینی هستن که از موادی مثل شیشه و سنگ به وجود اومدن و حجمشون از 2 میلیمتر تا 0.001 میلیمتر و اینا در فضا معلق میشن و میتونن وارد به هر کجای هواپیما در تماس باشن، میتونن صدمه بزنن. وقتی وارد موتور هواپیما میشن، اینا مثل سنباته عمل میکنن، مثل سوهان که خراش میده، پره ها توربینای هواپیما رو ممکنه خراش بدن. به اضافه این که ممکنه به عنوان چیزهای سنگین 2 مرتبه در درجه حرارت های بالا که در داخل موتور هست، مثل بین 1000 تا 2000 درجه، اینا 2 مرتبه ذوب بشن و به صورت شیشه های خورد به قسمت های مختلف بچستن
و وارد اون قسمت هایی که در حال گردان هستن بشن، اونا رو از کار بندازن. لوله هایی که به هوای آزاد وصله وارد اونا میشه، مثلا پیتوتیوب و استاتیک پوز و اینها رو مسدود میکنه، در نتیجه به سرعت هواپیما، ارتفاع هواپیما و انواع اقسام چیزهای دیگه که مربوط به قسمت پرواز هواپیما صدمه میزنن. در حال این وقتی که روی خود بدنه هواپیما رسوب بکنه، باعث میشه که وزن هواپیما زیاد بشه و حتی مسیر هوا رو از روی بدنه که باید صاف و صیقل باشه مختل میکنه و در نتیجه باعث میشه که توان پرواز کم بشه. صدماتش واقعا از نظر خیلی خیلی بیشتر از اونیه که مردم میتونن تصور بکنن. به همین دلیل ICAO خروج هواپیماها و پروازشون رو در این مناطق ممنوع کرده، بعد از مطالعه‌ای که روی 80 هواپیما از سال 1980 تا سال 2000 داشتن روی اثرات این براده‌های به اصطلاح آتش‌فشان که روی هواپیما اثر میذاره. آقای کسی، فرصت خیلی کوتاهی داریم. صحبت از حدود 1 میلیارد دلار ضرر این در واقع توقف فعالیت فرودگاه هاست. امروز همونطور که شما اشاره کردید، منطقه پروازی رو به 3 بخش تقسیم کردن. حدود 10 تا 15 درصد از پروازها از سر گرفته شده. شما فکر می‌کنید این تصمیم جنبه اقتصادی داره یا واقعا شرایط ایمنی فراهم شده؟ خب واقعا ببینید، بیشتر از 1 بیلیون دلار صدمه خورده به هواپیمایی ها و این رقم بسیار بزرگیه و فکر میکنم بی سابقه است در تاریخ هواپیمایی، حتی سپتامبر 11 سپتامبر نگه صدمه نزد و این باعث میشه در شرایطی که لانها در وضعیت مالی خوبی نیستن صدمه بیشتری ببینن و یات های مقداری داره فشار میاره و این یک نوع توازن در واقع بین مسائل مالی و مسائل ایمنی که گاهی اوقات یکی به اون یکی میچربه. به همین دلیل هم هست یه نوعی در حقیقت گفتاری هست بین یاتا و ICAO و مقامات محلی که یاتا فشار میاره که پروازها انجام بشن، ولی به هر حال توجه داشته باشین که ایرلاین ها موظفن که ایمنی رو رعایت بکنن و این در وهله اوله و فکر میکنم که آزمایشی هم که هواپیمای بریتیش ایرویز دیروز کرد و کلن هواپیما رو فرستادن بالا نشون دادش که صدمه نزده، ولی از طرف دیگه یک هواپیمای جنگی دانمارکی رفت بالا و تو این فضا و آپتیک سنتر داشت که میتونست فیلم برداری بکنه و مواد مذاب رو توربینای داخل هواپیما دیدن اینا. بنابراین مسئله کاملا ایمنیه و اقتصادم مسلما موثره. تشکر میکنم از شما آقای خلبان، امیر کسروی در کانادا، برای این اطلاعات. خواهش میکنم. مرمت شما زیاد.